هستیم، با آتش زردشتیم، با کشتن همه کشتیم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم. که مسیحا نفسی آمد آمد، وندران ظلمت شب بوی کسی آمد. دیدید که برخلاف جوی که در جهان حاکم کردند که همش منفی بافی و سیاه پردازی و ناامیدی و ایران گریزی است، من واقعیت ها رو به شما گفته و میگم، حقیقت ها رو به شما گفته و میگم، حق و واقع، یعنی آنچه راست است، سخن راستین، و آنچه درست است به وقوع میپیوندد، آنچه واقعی است در جهان. این دوتا خیلی مهمه، این موارد بسیار مهم است، توجه بهش نشده. بله، حقیقت و راستی، حقیقت گویی و درست کرداری موردی است که در جهان کمتر بهش توجه میشه، به ویژه در جهان امروز ما. جهان خیلی تبلیغاتی شده، خیلی شعاری شده، مردم یک کتاب، یک آفیش، یک آگهی، یک پیام دو دقیقه رو گوش نمی کنن دیگه، یعنی خیلی آسوده طلب و پوچ داریم میشیم و خیلی زود با یک توییت کل تفکر ما درباره یک فرد، یک پدیده تغییر میکنه، عوض میشه. یک جهتش که مثبت هست، واقع گویی هست، خیلی خوبه. یک جهتش که ویرانگری هست و با هدف و برنامه دنبال میشه، اندوهگینانه است. کلن در رابطه با میهن اهورایی خود ما، همیشه این رو باید بدونید که به ویژه در امروز شرایط کنونی، آزادی، پیروزی، رهایی به آن نیست که نظام رو ساقط بکنیم. پایه‌های نظام رو وقتی یکی یکی گرفتید، شکستید، یک لنگش کردید، لنگ دیگرش رو شکستید، دستش و انگشتش رو قطع کردید و اینها هر گامی که در این راستا برداشتید پیروزی بوده است. و خصوصا از یک سال و نیم پیش، دختران رعنای آریایی ما با فدا شدن مهسا، ژینا، این اتفاق براشون افتاد و دختران سلحشور و سربلند آریایی ما که در پستوی خانه ها بودند و در زیر فشار بودند، نصفه حساب می شدند و می شدند در اسلام، قضاوت ندارند و قصاص ندارند و دو 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 هر چی دلت می خواد از این بی عدالتی ها، اینها وقتی به میدان آمدند و دلیرانه و سربلندانه و سلحشورانه به سنت دیرین و کهن آریایی در میدان آمدند، کانونهای شورشی به دفاع از اینها آمد در کوچه و خیابون، پیروز شدند. دخترای ما الان تو ایران پیروزند. این پیرپاتالهای سجاد نشین سید اولاد پیغمبر پرست تازی اندیش، اینها رو به نابودی هستند اگر سر تعظیم در برابر فرزندان خودشون، دختران خودشون فرود نیارن. مردها اون مرد سالاری و اون چه و چه رو اگر از بین نبرن نابودن. 30 سال پیش بود در ایران یک سریالی با نام پدر سالار نشون میدادن. این سریال
پدر سالار برای این بود که یه تلنگر بزنه به این که آقا این مرد سالاری که در ایران و کشورهای اسلامی است که اسلام به اینها این اجازه رو داده است که چنین فشاری رو بر مردم فرود بیارند، در اون موقع در اون هنگامه من تأکید کردم که اگر نگاه درستی ما به این پدیده داشته باشیم، این پدیده رو میشه مثل تمامی فیلم های دیگه که نمونه هاشو بهتون گفتم که آخوند کشی رو در خود ایران درست شده، زدن آخوند رو و نابودی نظام روحانیت رو، مسخره کردن اسلام رو نشون داده و میده، ما میتونیم در راه پیروزی گام های گسترده ای برداریم. اونجا من یادم میاد که یک دختر جوانی بود که ایشون نقش کوچکترین دختر پدر سالار رو بازی میکرد و من اسم این رو گذاشته بودم رهبر انقلاب و یک شب این رو در تلویزیون خود جمهوری اسلامی مطرح کردم که قلقله افتاد، شورش به پا شد. چطور بود؟ اون موقع روانشاد رضا صفدری که اونو کشتن، از برنامه سازان جامع جمع بود برای خارج از کشور، تو ایران هم میدیدن. ایشون با هم اون یعنی ایشون با من تماس گرفته بود و اینا که من با نام مستعار، اون موقع هنوز تلویزیون‌های خود ما رایج نشده بود، یعنی این تلویزیون هنوز وجود نداشت و روی آنالوگ برنامه‌هاش رو جامع جمع پخش می‌کرد، به من گفته بود که من کتابای تو رو خوندم، اطلاعات دارم، پاریس اومده بودم، برنامه رادیو تو گوش کرده بودم اینا، ولی من می‌دونستم که بخشی از مدیریتش با این کار موافق بودم، بهش پیشنهاد کرده بودم. من با ایشون مصاحبه‌های زیادی انجام می‌دادم ولی با نام جمشید فردوسی پور، استاد دانشگاه در پاریس، با نام جمشید فردوسی پور ما اینقدر حرف‌های اونجا زدیم که الان که الان هنوز که هنوزی تون رادیو تلویزیون کسی جرأتش نداره بزنه و رضا صفدری جانفشانی کرد و اینها رو پخش کرد. حیدر رو و صفدر رو من اونجا معنی کردم که یعنی کسی که آدم از اسد نصف میکنه، لقب علی است. گفتم علی رو چرا مردم ایران دوست دارن؟ چون عرب کشی کرده، سه تا جنگ کرده با اعراب و غیره و برنامه های دیگه و افراد بسیاری رو که می آورد مهمان برنامهش بودن، در اونجا از من دعوت میکرد به نام دکتر جمشید فردوسی پور، من میرفتم روی ایر و اینها رو خدمتشون میرسیدیم از نظر کلامی، مثل خانم فاطمه رفسنجانی، لاریجانی حتی آمده بود، حاتمی کیا این کارگردان اطلاعاتیشون اومده بود و خیلی آدم های دیگه که می آمدن ایشون به من زنگ می زد. حالا یک شب که شب عید بود، این در اون شبانه عید که با من صحبت می کرد، 7-8 تا مهمانانش بودن، از جمله همین خانم، دکتر خانمی که موقع جوان بود، الان 30 سال گذشته دیگه، حتما مثل همونقع جوان مونده. من گفتم این خانم رهبر انقلابه در نظام جمهوری اسلامی 30 سال پیش، گفتم این رهبر انقلابه، چون این نشون میده که ایرانی مرد، ایرانی مرد سالار نیست، مرد ایرانی تازی و غیره و غیره نیست. شروع و پایان نیکویی داشت این برنامه و وسط تا گفتم این خانم رهبر انقلابه، یه اومدن قطعش کنم برنامه رو، صدا میاد که من یه واسه مسیر رو عوض کردم و من آریایم از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، مال برادرم مسعود سپند هست این ترانه، این رو اونجا خوندم و جنجالی به پا کرد. نه تنها بازیگران در این سریال امام علی درخشیدن و چه خوب بازی کردن، زنده باد آقای باقری، یعنی کارگردان تهیه کننده، ایشون هم واقعا عالی درخشیدن. این آقای الماسی عزیز هم که واقعا هنرمند بزرگی، خانم کمند در پدر سالار، که اگر اجازه بدین ما اینجا تو پرانتز قبل از اینکه از خانم نیکی هم سپاسگزاری کنم به خاطر هنرنمایی بزرگ و خوبشان، میخوام بگم این خانم کمند و تمامی اینایی که توی پدر سالار بازی میکنن، ما دیدم همه سریال رو، شما دیدن حالا نشون بدن، ما همش دیدم، عشق گم شده شو دیدیم تازگی، این سریال بسیار زحمت کشیدن روش، بچه ها همه خیلی عالی بازی میکنن، اما متاسفانه به نظر ما این قصهش در شأن و شخصیت پدر
و زن ایرانی نیست. یعنی پدرهای ما خیلی مهربونن، به چاهاش رو دوست دارن، اینقدر دیکتاتور رو فاشیست نیستن. ولی این خانم کمند زنده باد، رهبر انقلاب توی فین. ولی این خانم کمند زنده باد، رهبر انقلاب توی فین. و خدا حفظش کنه، خیلی هم عالی بازی کرده، مثل بقیه هنرمندا که همه خوب بازی کردن. یعنی بازی شاهکار، نامبر وان. درود بر همه شماها. یعنی پدرهای ما خیلی مهربونن، به چاهاش رو دوست دارن، اینقدر دیکتاتور رو فاشیست نیستن. ولی این خانم کمند زنده باد، رهبر انقلاب توی فین. و خوب و خوش و خرم، یادتون داره ما ایرانی هستیم. من ایرانی هم، از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از چکامه های دیروز عشق، از هنگامه های پایدار مهر. من ایرانی هم، از نسل آفتاب، شهد ماهتاب، آشیانه بر قله سرفراز نهاوند و دالاهو دارم، سکان در خلیج فارس، ریشه در جنگل شمال، سوخته در کویر لود. من عشق را از آرش، مهر را از میترا آموختم. درود بر شما و شبتون خوش. درود بر شما، درود بر شما. یعنی ببینید شما در هر هنگامه، هر جایگاهی که میتونید بایست این خردگرایی رو ببرید. رژیم نمیافته با این کار، ولی یهو یا تحول میشه. پربیننده ترین برنامه تو میگی این دختر رهبر انقلابه، ارزش گذاشتم بهش. در پاورقی سالنامه آریایی میترایی که 40 سال منتشر میکنیم، آرتیست این سالنامه به قول یک هنرپیشه مشهور ایرانی عزیزم میگه آرتیست توی این سالنامه‌ای تو ما زنها بودیم و هستیم. به ما تمام باهایی که باید بدی دادی، مشورت بکنید با زن، رهبری دست زن باشه بهتره. و پایین صفحه می‌نوشتیم که حالا نبدا بدار سالنامه هم به رایگان میتونید از iran7000.com دانلودش کنید و بفهمید و بدانید و آگاه باشید که تو در سال 7762 آریای میترایی هستی. تمدن بزرگ ایلامیان که رفته زیر خاک، تمدن بزرگ میترایی، تمدن بزرگ آریایی. و اینکه 1403 یعنی تاریخی که به سرزمین تو تاختن، تو را نابود و بیچاره کردن تا به امروز. اسم یزدگرد مزگرد هم روی نمیزن مزخرف اینها، ناآگاهانه این کار میکنن. اهورامزدا اینها رو آگاه کن و به راه بیار. با اونها هم که آگاهند و مزدور، از راه دیگه مزدوریشون رو برسون، یعنی مزدشون از راه دیگه برسون که مزدوری نکن. خب حالا از همون موقع که این خانم، دختر خانم و من رهبر انقلاب خطاب کردم تا به امروز، رهبر انقلاب و دگرگونی و گردآفرینی در ایران، رهبر شورش های مردمی در ایران، رهبر کانون های شورش ایران، دختره اشرف پاک. اشرف پاک شرف دارن اینا. شرف یعنی چی؟ شرف یعنی همین که دختران ما دارن اینجور شجاعانه. این دخترها پیروز شدن، ایران پیروز شده و همچنان که عرض کردم پایه ها رو لرزونده، شکسته، انگشتا رو قطع کرده. خواهید دید که رو به پیروزی کامل میره، چون رژیم رو تسلیم خودش کرده. این بار دیگه السلام علیکم مردم نیستند، السلام علیکم رژیم داده، تسلیم مردم داره میشه. و خود اینها اگر شما این شورش آریایی رو بیشتر کنید و بیشتر بگید که اسلام چیست، سادات تازی کیستند، سیدای اولاد پیغمبر تشکیلاتی منظم کی هستند که دارن ایران رو نابود میکنن و کردن و میکنن قان کرد، وقتی اینو بگین یارو همه حتی اسماشون رو خودشون عوض میکنن. همچنان که اکثر اینا که میان خارج از کشور، لیستشون من از آمریکا، اروپا، کانادا اینا دارم، وقتی وارد میشن قبلا در ایران جعلی پاسپورت، شناسنامه با نامهای آریایی ایرانی گرفتن، میان خارج که با پول میان میخوان اقامت بگیرن چه و چه، اسمهای
محمد علی حسین اینا را دیگه ندارم. من اگر کافر بی دین و خرابم به تو چه، من اگر مست می و شرب و شرابم به تو چه، تو اگر مستعد نوه و آهی چه به من، من اگر عاشق سنسور و ربابم به تو چه. اونم که دارن اشکال نداره، شما اسم پدرها نیاکانتون روی شما گذاشتن نمیتونید از کنین، بچه‌هاتون عوض کردین خوبه، زمان داره پیش میره، نگران نباشید، از این جای نگران نیست. شما پیروزی چرا این فیلمایی که ساخته شده داره میشه تو آخوند و میزانه پرت میکنه میکشه؟ تو قبلا با تو فیلم هم مثلا مگه میذاشت چون اوایل انقلاب کسی بیاد بگه بالا چشمه آخوند ابرو؟ همون فیلمی که امام علی رو که ساختن که در اون کارگردان میاد خلیفه و حاکمش و امام جمعهش و اینا رو معرق خور و شراب خور و مست و اینا نشون میده، خود خامنه ای اومد اعتراض کرد به اون فیلم. خود خامنه ای گفت آقا من کتاب دارم صلح امام حسن، مال من رو برین آخرین سردار فیلم کنید. امام علی چیه فیلم کردید؟ آبرون رو تو امام علی برد. ده مورد چه به شما نشون دادم؟ ده مورد. علی میخواد امرئاس رو بکشه، امرئاس رخ میکنه، بوده بوده داره میری و روی و همیزی وای میسته شربش داره میری رخ میکنه، اینجوری علی بر میگرده همینجور رخ میاد پیش معاویه. تو فیلم امام علیه، معاویه میگه مرد حسابی چه قیافیه چرا رخ اومدی؟ میگه اهلیلم یعنی ذکرم مرو نجات داد. تو چی میگی؟ قرآن ها رو بگو بیارن، میخوایم سر نهی کنیم. اهلیل، اهلیل چرا از اهلیلش ترسید؟ علی از اهلیل امر آس در فیلم امام علی سریال 34 ساعته ترسید. چرا تا اهلیلش ترسید؟ حسام توی همون خیلی چیزهای دیگه، یارو مست میکنه و چه میکنه و نماز عوضی میخونه و اینا، شکستن تابوها رو، پیروز شدن. آقا این آقا اومده میگه مال خود رژیمه، از پایوران نظامه، تو خود کانال دیگه حرف من و شما نیست که تو میترسی بگی مرد حسابی، مرد حسابی تو میترسی بگی، خودش یارو پایور قاطع نظامه اومده میگه ایچ ستون ما رو از ستون های چراغ برق آویزون میکنن، ما رو میکشن، ما رو فلان میکنن، خودشون میگن این پیروزیه. پیروزی همین عزیزان من، پیروزی فکر کردی چیه؟ گام به گام است پیروزی، مثل موریانه نظام رو جویدید و دارید نابودش میکنید. دختان آریایی، دختان دلیر آریایی، آقا خیابونا رو بچه ها، بچه های عزیزم، فرزندان آریایی ایرانی تازیان رو دارن بیرون میکنن از میان، خیابونا رو میان اسمش رو عوض میکنه. وقتی که اسم خیابونا عوض میکنه، رژیم مگه جرأت میکنه بره بعدش عوض کنه اون عوض رو؟ علامه امینی، علامه شو میرن روش مهسا میچسبنن، مهسا امینی، علامه امینی چه مزخرف بودی مردی که کتاب نوشته در مورد ولایت امام علی. ما ولایت خمینی رو دیدیم با ولایت خامنه ای، ولایت اونها دیگه در اون قرن های گذشته آدم کشی دختر زنده بگور چی بوده خدا میدونه. علامه امینی تازیه رو برای شما بوت کردن، تازیه استفراغ هم که میکنه برای تو بوتش کردن. اینا با برنامه است، اینا حساب شده است. کاوش فلقتا و آیت الله به 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 آیت الله ته 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 آیت بود کردن بر آقای استاد دانشگاه، آقای فلان، اینا تو باندن بوتشون میکنن براتون. دختران ما و فرزندان دلیل ما دبیرستان، دبیرستان رو به نام کیان پیر فلک میکنن، تابلوهاش هم هست. کی جرأت داره بره اینو عوض کنه؟ مهسا بنرهاش در اتوبان ها که زدن، بنرهای مهسا رو ابتدا
همینطور که میبینید بچه ها قاچاقی میمدن میزدن توی پورا و فلان اینا، الان علنا میرن قشنگ ای ور نخ ور نخ فیلم های زیادی من دارم برای من فرستادن، بنرها رو میرن قشنگ زیبا با عکس مهسا در همه جا میزن. کی جرأت داره بنرها رو بیاره پایین؟ کی جرأت داره بنرها رو بیاره پایین؟ بچه ها این پیروزی است که شما به دست آوردید، حالا نباید از دست بدید، حالا بایستی پاسداری کنید ازش. همه تون برید ورزش های رزمی، کنگ فو، کاراته، جودو، کشتی، کج، دختر و پسر رفتین یاد گرفتین، بیشتر برید یاد بگیرید. فردا اگر بخوان این دستاورد های شما را ازتون بگیرن، بایستی مبارزه کنید و حفظ کنید، نباید بگذارید این ها دستتون بره. سادات تازی رو نیان برای شما بوت کنن، یارو سادات تازی رو خودش بندازه جلو، فوش اول آخر بینا بده، خاتمی نرف رای بده، خاتمی نرف رای بده، بوتش بکنن. خاتمی اگر مردی امامت ور میداری، تو در ایران با لباس تازی صحراگردان چه میکنی؟ همه شماها رو میگم. آخوند و ملا تو که میای زر زیادی میزنی دستگیرت هم میکنن و اینا، ما با چادر و چاقچور و عبا و عمامه هر چه بگن آدم نمیخوای، گفتار نیست، به گفتار نیست، به کردار است، به کردار. از زن چادری رو بیان براتون بکنن رهبر نشید خر، حتی اگر یاد بکه که درود، او پولشو گرفته، حقوقشو گرفته، 20-22 سال بازنشست شده میاد تبلیغ میکنه. مواظب باشید اینها رو، مواظب باشید. یکی از دلایل این که این ها یک کمی بیشتر حالا موندن ولی روز به روز پیروزی های ما بیشتر شد، میدونید یکیش این بود که شما همه شارلاتانا و دزدا و تقلبکارا و سیدایی که با مینی جوب، ساداتی که با مینی جوب با کراوات از تو امریکا، بچه های نواب صفوی بچهش به نام زرتشتی میان اینها برای رژیم کار کرده و میکنن، حتی فوش هم میدن یا تو نره. اصلاح طلب ساختن، سلطنت طلب ساختن، هوادار پادشاهی ساختن که برای همینه که رضا همش پرنس به اینا میگه که با من نیستن، ساختن که حتی یارو امکان داره فامیل رضا پهلوی هم باشه، ماموره، ماموره. اینها دیگه او این دکتر محمد یزدی رو فهمیدید؟ 16 سال در آلمان به جرم جاسوسی بازداشت بود، بعد آزاد شد زمان محمد رضا شاه، بعد میری ایران، پدرش از مرتضی، دکتر مرتضی یزدی از بنیانگذاران حزب توده از 53 نفر بود و این فرد پاریس هم زیاد اومد میومد و میرفت، این فرد تا آخرین لحظه عمرش هم سلطنت طلب بود، به سلطنت طلبان کمک میکرد. شهبانوی عزیزم قربونش برم چهار تا ماچش بکنم براش بزرگداشت گرفت، براش بزرگداشت گرفت، خب گول خورد دیگه، مثل زمان شاه که اون لاتپوتای سادات تازی اومدن تو دربار و بعد این آقا وقتی مرد پارسال تازه فهمیدن که آقا این دکتر حسین یزدی مأمور رژیم بوده که تو تهران مصاحبه میکنه میگه آره من این هم بوده دیگه، من نمیخوام اینجا اینا رو بذارم برات. اینا هست تو باید مواظب باشی سراتون کلاه نگذارن. بعضی چیزا هم چیزای درست و خوبیه، پیروزی مال توی تو نباید بذاری لجن مالش بکنن. یه چیزایی که خوبه به تو کمک میکنه رو نباید بذاری لجن مال کنن. مثلا سالها بود که یک قیصر رو میگفتن بیاد ایران، نیاد ایران، بره ایران، بیاد ایران. از همون موقعی که رستم دیگر، اسفندیار دیگری که من چندین میلیون روش سرمایه گذاری کردم، تا اینا دیدن این ضد شیخ و روحانیت این نمایشنامه، اومدن کارشکنی کردن و این از همون روز اول میخواست کار ما رو خراب کنه که آخرش هم خراب کار کرده. از همون موقع باش تماس رو چون موقع کار میکرد با اونا، رفته ایران اومده برای دیدن اوجور که میخواندی به دردش ها نمیخوره، صداش زیاد در نیاوردن.
حالا اگر شنیدید که کیش معین میخواد کنسرت بذاره، این قضیهش و این پیروزی واسه شما آقایان سورپرایز دیجی کنسرت بزرگ معین برای اولین بار در جزیره زیبای کیش. آقای اس روی صحنه میاد در جزیره زیبای کیش. پیروزی جمهوری اسلامی نیست. اگر بشه که این کیش بشه، یعنی اگر ما این رفت کیش برنامه اجرا کرد، شما پیروز شدید. یعنی شما یه چیزی که برای اون ممنوع تحریم 45 سال سرکوب کرده و همش گفته تحریم سازار شکسته، تا همین دیروز نذاشته که تو فلان شهر کنسرت برگزار بشه، اگه بره اون توی کیش کنسرت بذاره، این پیروزی تویه. درست مثل پیروزی هایی که تابلو میشه مهسا امینی، تابلو میشه دبیرستان کیان پیر فلک، ایران میشه بدون روسری، ایران میشه رقص شادی که شما میکنید در کوچه خیابون، ایران مساجدش میشه جای عروسی و جشن و شادی، که الان در مساجد بسیاری در ایران، در مساجد بسیاری موزیک میره. من نمیخوام نشون بدم که اینها تا یکم بیشتر بشه برن مزاحمت ایجاد کنن. مساجد بسیاری رو الان برای سالن عروسی میرن میگیرن توش موزیک، و فردا هم رقص و آواز، و رقص هم که خود مرداش به بهانه سینه زنی و اینا رقصیدن و اینا فیلماش هست. یعنی تابوها رو شما دارید میشکنید. آنچه که شیخ گفته ممنوع، آنچه که سادات تازی گفته ممنوع، در آیین اوستایی، در آیین اوستایی آزاد هست. آریایی، میترایی، زرتشتی شما بردید و اونا تحمیل کردید. تحمیله بهشید خانم عزیزم، ملت ایران انتخابات تحریم کرده، اما بهشید خانم عزیزم به عنوان سخنگو و نماینده زرتشتی ها، برای که فریاد زرتشتی هزاران ساله در اون طویله باشه، میره با گاوها میشینه. ما هم بهش افتخار میکنیم، بهشید خانمو نکوهش هم نمیکنیم، بهشید رو دستش هم میبوسیم. میره اونجا به عنوان نماینده زرتشتی ها، که اگر کسی زر زیادی زد یک گاو پیش اومد، تا حالا چندین بار پیش اومد که مهربان یاران که اونجا بودن یقه یارو رو گرفتن ترتیبش دادن. شما برای پدافند از تفکر و اندیشه و آیین کهن باید حضور داشته باشید. من به بهشید جانم شاد باش میگم، پشتیبانی کنید ازش. جوان دیگری رو در یزد برنده شده بود چند سال پیش، دیده چقدر اذیتش کردن، آزارش دادن، از اینها پدافند باشید، تشویقشون کنید. اینها با اونها فرق میکنن، هدف اینها در حضور در مجلس تسخیر شد و اسنادش به دست قیام تا سرنگونی افتاد، که شامل هزاران سند سری بود. اون چیزی که خیلی توجهات رو جلب کرد حقوق نماینده ها بود، که نزدیک به 250 میلیون تومان در ماه. اما از این هم عجیب تر اینه که نماینده مجلسی با 250 میلیون تومان حقوق دیگه پاداش و کمک هزینه میخواد چیکار؟ اونم چه کمک هزینه ای؟ کمک هزینه آجیل شب یلدا و عید، کمک هزینه جشن تکلیف فرزند، هدیه روز دختر، شیرینی عید فطر، تقدیر از بچه ممتازش که 20 گرفته، کمک هزینه سرکشی به بیمارستان. یعنی نماینده مجلس بیمارستان هم که میره عیادت در واقع مشغول پول درآوردنه. اینا تازه علاوه بر کمک هزینه ازدواج بچه، خرید کتاب، رستوران رفتن با خانواده، عروسی، عزا، اردوی خانوادگی و غیر است. از سفر اینقدر داره واقعا؟ برای کسی که دنبالش باشه بله، خیلی بیشتر از اینقدر دیام که شما فکر می‌کنید. حالا فهمیدین چرا اینقدر برای مجلس رفتن دست و پا می‌زنن. بله اجازه بفرمایید تکرار بکنم. علت
لوبره. اگر مو اینجا تو رفتی پیروزی بزرگه. حالا یه رازی رو نوزی بشنون بگم، یه رازی رو میخوام بهتون بگم، خوب گوش کن. این کاری که با ما این میخوان بکنن یه پروژه است مال سال 1000. این پروژه اونجا قرار بر این شد که برای استاد اکبر گلپایگانی کنسرتی در تخت جمشید گذاشته بشه. اگه در تخت جمشید گلپا میرفت میخوند، شما میدونید چه انقلابی بپا میکرد. یک فوتبال، چهار تا دختر خانم عزیز رفتن توش، چه شورشی بپا کرد. یه فوتبال، حالا گلپا در تخت جمشید میخونه. همه کاراش شد. این پروژه رو اون موقع رفسنجانی پشتیبانی میکرد ازش که تونست اعلام بشه. آفیشش در آمد. این آفیششه، شما میبینید و میبینید که این آفیش یک تابلویست در خانه استاد اکبر گلپایگانی. این دوتا جوان جلوی تابلو وایستادن در خونه استاد و عکس رو گرفتن. بالا هم خود آفیشه. آفیش در اومد، کنسرت گلپا در اسفند ماه در اون سال در تخت جمشید در شیراز. همه بلیتاش 20,000 تا فروش رفت. گلپا این رو به خود من گفت وقتیم که اومد اینجا تا بلیتاش هم آورده بود. من دیگه اگرم داشتم تو انبار برار نشد بیام بشانش. گفت ما همه بلیتام سولد شد و خود سران رژیم اول از همه بلیتا رو خریده بودن، ردیفای اولش. خب اگر گلپا میرفت اونجا میگفت دولت نعلین نهراسید، کین کهنه قبای دم در پشت ندارد. گلپایی که دیگه کیش مهر مثل علامه طباطبایی، کیش مهر مثل شهرام ناظری، کیش مهر مثل حافظ رند شیراز آینش شده بود و دیگه مسلمان نبود، اگر اونجا اون سال اون کنسرت برگزار شد میدونین چی میشد؟ این دیگه این پایه های رژیم یهو چویده میشد و پوسیده میشد و میفتاد زمین. خب نگذاشتن انجام بشه، نگذاشتن انجام بشه. بعد هم اون موقع رفسنجانی پروژهش این بود، چون درگیر شده بود با اینا. اینها وقتی که دیدید دیگه الان وقتی هم درگیر میشه، الان تو ایران همه مخالفش هم دیگر هیچ که بگی نیست، هم خود آخونده هم نون. شما ببینید رئیس جمهوراش یکی یکی اوت، یارو رئیس قوه قضایی بوده اوت، هیچ که نمونده. خب اون موقع هم هاشمی چون این رو فهمیده بود که دارن ترتیبشو میدن، اون میخواست زودتر ترتیب بده. بخاطر همین تو خارج از کشور به عنوان رئیس مجمع تشخیص مطالعات نظام هم که بود، بودجه هنگفت خارج از کشور هم دستی بود، تمام این اپوزیسیون ها رو حقوق بده که بگیر کرد. داخل هم همینطور، مثلا تو داخل ما 100 دلار 50 دلار با آدم های همین الان این پولا داده میشه چون او رفت، ولی سیستم سر جاش هست. تو خود ایران الان و خارج از کشور، چون اینا پولای خارجی هم بود، الان من بهتون میگم پول خود ما که تو خارجه، از خارج هم خیلی اینا، مثلا خیلی از این رهبرای اصلاح طلبا توی ایران، اینا همشون اکثریتشون اکثریت تو خارج یک دکونی دارن. از دبی تو بگیر تا ترکیه تا اندونزی، ونزوئلا، کانادا، آمریکا، اروپا، یک جایی داره یک چیزی. دست کمش دو تا خونه خریده داده اجاره. اون پولا، پولایی که از پولای خود ما امریکا پخش کرد اون سالهای پیش تا اصلاح طلب ها رو بسازه، که اصلاح طلب ها هم سه گروه مخالف هم دیگن، ولی اینا متحدن و پول بگیرن. بعد یه روز که حالا چون تحولات بسیاری پدید خواهد آمد، خیلی چیزها بسته خواهد شد، خیلی اسامی افشا خواهد شد، من نمیخوام این کار رو الان بکنم و خود شما الان خیلی چیزها رو میدونید، این یخت رو خواهید دید. یا یارو دیگه هم که مثل حسین یزدی که گفتم، شما برید سابقه شو ببینید،
جاسوس تا آخرین لحظه مرگ. میخواهید دید که مثل حسین یزدی که تا آخرین لحظه مرگش همه فکر میکردن این سلطنت طلبه، تو آتیشه است. میبینید که یارو یه بام اینجا کارش اصلا این بده که سر تو رو گرم کنه، سرگرمی باشه، آسپرین باشه که درد تو موقت، آسپرین باشه، آقای مربوطه باشه. خاچاتوریان یادش بخیر از جهان رفت، زمان محمدرضاشاه یه برنامه بود آقای مربوطه، 5 دقیقه 10 دقیقه. این اومد شب تو تلویزیون 5 دقیقه 10 دقیقه تمام مشکلات شهر و روستا و هر جو بودی هر شب یه چیزی میگفت. من یه با خودم گفتم خوار مادر، پس ما رو که الان این مقاله نوشته بودیم گرفتن وردن ما، پس میدونن که بابا خودشو خبر دارن دیگه. پس ما ساکت میشد. یک نوع ساکت کردن افراد توسط یک اپوزیسیون قلابی، حقوق همه اینها رو از همون قدیم تا حالا، حتی اگر عربستان سعودی میداده و کشور خلیج، با قطر هست که گاز ما رو از روز اول بهش مجانی دادن، علکی که مجانی ندادن که، علکی که ساخت و پاخت نمیکنن یه چیزی میدن میدن. ما حساب فرعیه وامیشه، حساب فرعیه. خب رفسنجانی حتی میخواست اعلام بکنه، چون روسری و اینا رو کسی نمیتونه، نماز جمعهش اعلام کرد همون موقع، گفت این روسری فهمی بگم ولی حتی باز دوست شد بخواهم نیم موقع یک سری کاری داشت میکرد از همین جمعه همین کنسرت ما این شهالا میرگاه پروژه اویه و خیلی چیز دیگه پروژه اویه. بعد حتی از همون موقع شما در نظر بگیرین تو خود تهران نیاوران موزه شهبانو، نه که فرع خالی، شهبانو فرع دیبا است، یعنی میخواست یه تحول بنیادین به وجود بیاره. امام سفید بود یا امام سیاه ها رو، حالا خوب یا بد فوش اینا اونا کار نداریم، من دارم به شما خبر میدم، خبر رسانی میکنم. موریانه اگر شدی هر چی رو تونستی از رژیم بجوی بجوی، رژیم نابودش کن، رژیمو نابودش کن. و الان داره رژیم رو به نابودی میره، چیزی از این رژیم نمونده. شما مواظب باشین گورتون نزن. الان تقویم آریایی میترایی که اینقدر تو ایران دیگه عقد آریایی، کسی عقد اسلامی میکنه همه تون عقد آریایی میکنن، سپاس یزدان پاک رو. تقویم آریایی میترایی به من میگن تو مدارس میره رو بچه رو تابلو میرویسه. اینا رو من نمیخوام عکسش فرستادن نشون بدم، بچه با تابلو رو تابلو که میان میرویسه. ما در سال 1762 آریایی میترایی خواهیم بود، الان 61یم، 4 روز دیگه عوض میشه، بچه های خردسال ما. بعد حالا اینا بیان به 1001 بمبل و زور و به بهانه‌ای الکی یک چیزایی بیافرینن، یه تقویمای 10000 تا 10000 تا چاپ کنن مجانی شو بدن که آقا سال 1403 هجری شمسی است، اهورامزدایی شب میکنن فردا، 1403 اهورامزدایی. خب شارلاتان بازی اینه که زیاد میکنن که بچه ها گول نمیخورن، بچه های ما پارسی، زبان پارسی رو شما تو ایران میان عربیش میکنن، هی عربی 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 عربی، که یک اداری رو بلد نیستین، نمیشین اداری پشت سر رئیستا میذارین. بیچارای بدبخت. توی افغانستان سرزمین آریایی، اسمش محمود خان افغان، حالا جوان آریایی وقتی چنین حرفی میزنه از جونش مایه میذاره، یه از جونش مایه. خداوند درود بر همه. از ده ها قرن گذشته تا نزدیک به 100 سال پیش تنها زبان رسمی اداری زبان علم و ادب این سرزمین فارسی بوده. تاریخ احمدشاهی که به دستور احمدشاه دورانی نوشته شد به زبان فارسی، به تیمورشاه فرزند ارشد و جانشین وی به فارسی شعر می سرود. اما برخی از متعصبان متحجر زدیت با فارسی را از چند دهه گذشته شروع کردند. پا
پنج دهه پیش در رسمیات دولت دری را جایگزین فارسی کردند. ما منکر دری نیستیم، دری نام دیگر فارسی است، اما نیات بد و ضدیت با فارسی را هرگز بر نمیتابیم. امروز در حالی که بالغ بر 20 میلیون فارسی زبان بومی در این سرزمین زندگی میکنه، برخی از متعصبان و کوردلان حکومتی گستاخی را به حدی رسوندن که زبان این 20 میلیون نفر خارجی میخوانن. من خطاب به این متعصبان خودخواه میگم که از چه چیزی هراس دارین؟ چرا از زبان ما میترسین؟ اگر خواب حذف زبان فارسی را در کلهای خام خیش میپرورانین، این آرمان را به گور خواهین برد. ما خوابهای شما را پریشان میکنیم. فارسی یک زبان نیست، فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست. به گفته قهار آسی بزرگ، گل نیست، ماه نیست، دل ماست. از همه بیشتر باز منو این خوشحال کرد، خرسند کرد. من حدود 15 سال بود، برای بچه های ایران نیایش میکنم، از خداوند میخوام که اونهایی که بر میخیزن و تلاش میکنن تا به اهدافی برسن، میگم اهورا مزده یاری کن. اومده تو میدون، بچه جوان اومده تو میدون، داره میره، کمکش کن. هادی چوپان عزیزم فخر ایرانی در جهانه. هادی چوپان عزیزم فخر ایرانی در جهانه. افتخاری که آفرید همه ما رو خوشحال کرد. من نیایش کرده بودم همیشه 15 سال براش میکردم که قهرمان بشه، شد از چند سال پیش و الانم روز به روز داره نیایش. من همیشه برای کسی میخوام که ببینم تو میدونه داره میدوه، تو خونه بخوابی نیایش برات کاری نمیکنه، باید تو میدون باشی تا برنده بشی. هستی اونجور که نیکولا تسلا میگه به کار میفته. نیکولا تسلا رو شما بشناسید؟ نیکولا تسلا، این ماشین تسلا ایلون ماسک رو که میشناسید. ایلون ماسک پسر خوبیه، از رهبران جهانی خوب هست. جف بزوس آدم خوبی هست. حالا این ایلون ماسک و تسلاش رو نمیگم، نیکولا تسلا رو میگم، شما میشناسید؟ برو یه روز وقت بذار 7-8 سال نیکولا تسلا رو بشن. شما هر چی پیشرفت ترقی میبینی الان، از همین تلفنی که من دارم با تو صحبت میکنم، دوربین، تلفن، ساعت، تا برق، تا رادیو، تا تلویزیون، تا وایر فایر، تا ریموت کنترل، ما میگیم تلکوماند، برق، انواع و اقسام، همه اینها آفریده نیکولا تسلا است. قبل از اینکه من به دنیا بیامم از دنیا رفت. میدونید اینها؟ نمیدونید. شما ببینید وقتی در حق نیکولا تسلا ها ظلم میشه، تو بیچاره بدبخت تازی زده که دیگه جای خود داری. یه چیز دیگر میدونید، در طول تاریخ یه کسی اومده ساخته، آفریده، بنیان نهاده، یه کسی دیگه از راه اومده، چون پول داشته، چون باند داشته، چون اکیپ و گروه داشته، همه چیزی بابا رو گرفته، حالا یه پولی داده نداده به اسم خودش کرده، بعضی وقتا زدن یارو رو کشتنش به خودش کرده. میگن نیوتن فلان چیز آورد. نیوتن؟ ما 7700 سال پیش. چرا تقویم 7760 دیگه؟ ما 7700 سال پیش تئوری نیوتن عمل میکردیم. آینشتین شما پروفسور حسابی رو میشناسید؟ پسرش الان هست سخنرانی های خوبی میکنه. شما پروفسور حسابی رو نمیشناسید؟ اگر بشناسید میدونید که پروفسور حسابی
رفیق آنشتن بوده و تئوری مال پروفسور حسابی است. آنشتن ازش میگیره، به اسم خودش میمونه. میدونستی؟ نمیدونستی. حالا اصلا مهمتر اینه که جدیده آپل یک گاز زد بهش، استیو جابز اردیناتورش ساخت، کامپیوترها رو، مکینتاش رو فلان اینا، و بعد تلفن آپل، آیفون هایی که دارین. کی بود آفرینندش؟ خالقش کی بود؟ استیو جابز مثل ایلون ماسک فکر میکرد، مثل نیکولا تسلا فکر میکرد. نیکولا تسلا گفت من برق رو میخوام برای مردم مجانی کنم. خب اینه بوده. گفت من برق رو الان پولدارا استفاده میکنم. من خب پیش زلرها زدن، 100 سال پیش اومدن 1,000,000 دلار هزینه رفته بود برای تولیدات برق، اونا سوزوندن، خراب کردن، آتیش دادن، فرام کردن، از پا ننشست. هارپ رو که من گفتم 10 سال پیش هم نمیدونم، هارپ مالونه، بالون مصنوعی میاد، برف مصنوعی میاد، الان صددار هر وقت دلشان بخواد میتونن پر کنن، جویبارها رو آب بیارن، پدرسوخته رو بخواد میارن. تسلا است، نیکولا تسلا دست کم 300 تا پروژه و اختراعات برتر جهان که شاید هنوز 100 تاشم 70 تاشم 50 تاشم عملی نشده. بعدم چون ذکاوت داشت و زیرک بود، اهل یوگسلاوی بود و پروتستان هم بود، بچه که میشه بوده این بیمار میشه و در حال مرگ میره. خیلی وقتی میرن در حال مرگ اون تونل رو میبینن، وقتی که از اون تونل برمیگردن نابغه میشن. این خودش میگه که بهش چیزایی داده بودن، دادن بهش، یعنی داده بودن دیگه بهش، تو ذهنش بعد میآفرینه و شاهکار کرد. این تسلا است. حالا استیو جابز باید نشسته پشت میزش کار میکنه، باید بیفته بمیره. این رفیق ما، رفیق شما البته که آیفون دارین دستتون، این بیل بایستی بیاد جاشو بگیره، دنیا رو هم بگیره، از پست میکروسافتش هم استعفا بده، بره توی چین همون داروسازی ماروسازی واکرده تو دنیا و فلان کارا رو بکنه و چیزی زندگیشی بکنه. یعنی همیشه حالا نیکولا تسلا رو کی حقش خورد؟ توماس ادیسون. همه میگن ادیسون. توماس ادیسون میخواست اصلا یارو رو بکشد، چون تسلا باش رفیق بود، با هم کار میکردن. بعد یهو میدید عجب این برق موازی دولاینی را آورده با اون برقی یراینی و فلان، اون این آورده، این آورده، با همه مدت شریک کار. بعد به پروژه میره، قرار میذارن که 500,000 دلار پول بگیره تسلا. کارش که تموم میشه بهش نمیدن. میگه قانون آمریکاییه که تو هفته 18 دلار حقوق میگرفتی، همون هفته 18 دلار تو بگیری بهت بدیم بری 500,000 دلار چیه؟ یعنی تفلیل اینقدر اذیتش میکنن، حقش زیاد میخورن، خیلی بی عدالتی در حقش میشه تسلا. ولی من چون در رادیوی فرانسوی ما برنامهاشو پخش میکنیم با ایسی متنو پوانکوم، شما رادیو پاریس، رادیو پاری دات نت رو که میزنید، یک شنبه 2 ساعت برنامه پارسی زبان دارید به هنگام پاریس 14 تا 16، و همونطور عرض کنم خدمتتون تمام مدت سال و روز و هفته شما برنامه زبان فرانسوی دارید. این رادیو از قدیمی ترین رادیوی فرانسوی است، 45 سال پیشینه داره. ما در این رادیو یک حرفای یک چیز زبان فرانسوی پخش میکنیم تو این سالها که اصلا مردم که گوش میکنن باورش نمیشه، یعنی اسرار مگو رو میگیم. حالا اینجا چون صحبت شد، تو پرانتز اینم بهتون بگم که بدونید برنامه های ما پخشش از شبکه جهانی پارس، ماهواره پارس، برای ایران خصوصا و اروپا دقت کنید عزیزان من، 1 ساعت روز پنجشنبه عقب رفته، یعنی به هنگام ایران ساعت 16:30 ما پخش میشیم.
به هنگام پاریس ساعت 14، یعنی دوی بعد از ظهریم، سه نیستیم، دوی بعد از ظهر پنج شنبه ها که لندن میشه یک بعد از ظهر. این یادتون نره، به دوستانتون هم خبر بدید، چون همین امروز پیش از اینکه برنامه آغاز بشه من از ایران سه تا تلفن داشتم، میخواستم بیام رو ایر دیگه، خواستم جواب ندم و جواب دادم، دیدم یعنی یک به یک هر سه تا توی در عرض 30 دقیقه از ایران بود که آقا برنامه هفته پیش پخش نشد، هفته پخش نمیشه چجوری. گفتم نه عزیزم، یک ساعت فرق کرده، فرق کرده، یعنی یک ساعت اومده عقب. 14 ساعت 14 به هنگام پاریس که اونجا میشه 16:30 دقیقه پخش میشه. در غیر صورت یادتون نره تمام آرشیو ما، تمام آرشیو ما روی اینترنت هست، در یوتیوب هست، شما میتونید با مراجعه به mehrtv.org mehrtv.org اینها رو در اختیار داشته باشید. خب در تاریخ از این دزدی ها هم زیاد بوده، از همون زرتشت و میترای ما بگیر بیا، الان اکثر آداب و رسوم و سنن آریایی میترایی اوستایی رفته تو مسیحیت. همین نور، نور خورشید، مهر پرستاری، پرستاری کردن، مهر پرستی، مهر پرستاری کردن از خورشید و آتش و شمع و اینا مال ایران دیگه، مال میتراست، مال زرتشته. اصلا مهر یعنی خورشید، مهر یعنی خورشید، نور. تسلا میگه که میگه همه چیز از اوست، از اون میشه همه چیزم به دست آورد. نیکولا تسلا امروز روز خوبی بود، از پیروزی گام به گام دختران آریایی سرزمین سخن گفتیم و به تسلای قهرمان مظلوم تاریخ رسیدیم، نیکولا تسلا. همین ماشینی که الان به اسم تسلا داره در آورد، این الون ماسک او سال در آورد، ماشین سوارش هم میشه 870 خورده سال پیش، نیکولا ماشین برقی در میاره سوارش هم میشه، ولی خداوندان نفت و اینها مگه میذارم ترتیب آورده. سخن زیاده، خیلی چیزم خواستم روزتون میگم، مثل همیشه دیگه به پایان برنامه میرسیم. ازتون پروانه میخوام، دستان گرم همه شما رو بفشارم تا برنامه دیگر بهتون درود بگم. و درود برکی رفیقم امیر شجره، درود بفرستم به امیر شجره، دبیرکل تلویزیون پارس. ساعتای ما رو امیر یک کپشن درست کن که همه بدونن ساعت 14 به هنگام پاریس پخش میشه، یک ساعت عقب رفتی. شاید پارازیتایی که برنامه میزدن اینا تا بخوان اونا شبسکایی که وقت بگیره این چند هفته خوب ما رو ببینیم بدون پارازیت. بابوسه و مهر تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. فرانسه که آقای آشنا هستید، سیاوش اوستا جایزه بزرگ گراند پر اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت کرده. ایست تویی، عرض تویی، زن آزاد منم، دیو تویی، فتنه تویی، مرد آزاد منم. خوش آمد به برادر گرامی و درود بر الان شما. یک کاری کردی، الان یه اپیدمی شده در جامعه، همه میگن درود درود به شهادت علیرضا میبودی گرامی، به شهادت حسین مهری عزیز، اینایی که پاریس بودن با شما، همه اینا جز درود از شما نشنیدن. اون موقع ها مثلا میگفتیم سیاوش اوستا و این بار همراه با درود. ببینید یک زمانی چقدر میتونست قصه درست بکنه و برای اونهایی که میخوان بهانه بگیرن یا توی خزینه میگن آقا گرد خاک نکن، سیاوش اوستا و درود هم میگفت. ولی امروز میبینم که جلوی دوربینا با هم دیگه دعوا میکنن، آقا سلام چیه درود میگفتن آقای درودیان به قول شما به ما، و به گونه‌ای به طنز میگرفتن این قضیه رو واقعا.